خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم این پایان فصل حضور آمریکا در کشوری بحران زده است؟ حمله قریب الوقوع ترکیه به کردها چه پیامدهایی دارد؟ با میهمانان برنامه صحبت می‌کنیم و از آنها خواهیم پرسید که کردها غیر از همراهی با اسد چه راهی دارند. در ادامه این برنامه، شلیک گاز اشکاور به کارکنان معترض آذرب عراق، 14 کارگر هفت تپه هم بازداشت شدند. موج جدید پلمپ پتشاپ ها در تهران، پلیس به فروشندگان غذا و لوازم حیوانات خانگی 10 روز مهلت داد. و بازخوانی ترانه های مادران افغان، کاری جدید با الهام از آهنگ های عامیانه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید وقت آن رسیده که ایالات متحده از جنگ‌های بی‌پایان و مضحک خارج شود. تازه‌ترین پیام کاخ سفید بعد از اینکه تایید شد پنتاگون در حال خارج کردن نیروهای خود از شمال سوریه است، منطقه تحت کنترل کردها که حالا ترکیه به آن چشم دوخته. از طرف دیگر کردهای مسلح شمال سوریه از مقاومت در برابر آنکارا حرف زدند، آن هم تا پای جان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با نیش و کنایه استقبال کرده و گفته آمریکا اشغالگری نامربوط در سوریه است. این حرکت آقای ترامپ پایان حضور آمریکا در سوریه است؟ کردهای متحده آمریکا چه خواهند کرد و در نهایت آیا اوضاع بیشتر از قبل به نفع بشار اسد و ایران در حال چرخش است؟ باران عباسی گزارش می‌دهد. نظامیان آمریکایی در حال عقب نشینی از شمال شرق سوریه، منطقه‌ای که فعلا تحت کنترل جنگجویان کرد سوری است، از متحدان کلیدی آمریکا در شکست داعش. اما وقتی ترکیه به این سوی مرز حمله کند، نیروهای آمریکایی دیگر مانعی در مقابلش نخواهند بود. رئیس جمهوری ترکیه که نیروهای کرد را تروریست می‌داند، می‌گوید این حمله به زودی رخ خواهد داد. بعد از گفتگوی دیشب من با ترامپ، عقب نشینی نیروهای آمریکایی شروع شده. گفتگوهای هیئت‌های دو طرف با جدیت ادامه خواهد داشت. الان در مرحله‌ای هستیم که حمله ممکنه هر لحظه بدون هشدار قبلی شروع بشه. دیگه امکان نداره تهدید این گروه‌های تروریستی رو تحمل کنیم. این منطقه است که ترکیه در نظر دارد کردها را از آن بیرون براند و آوارگان سوری که فعلا در ترکیه زندگی می‌کنند را در آنجا اسکان دهد. چراغ سبز به این تصمیم چرخشی ناگهانی در موضع رئیس جمهوری آمریکاست که همین چند ماه پیش تهدید کرده بود اگر ترکیه به کردها حمله کند اقتصاد این کشور را ویران خواهد کرد. دونالد ترامپ حالا میگوید آمریکا دیگر کاری در سوریه ندارد. وقت آن است که از این جنگ‌های بی‌پایان مضحک که بیشترشان قبیله‌ای است خارج شویم و سربازانمان را به خانه برگردانیم. ما هر جایی که به نفعمان باشد می‌جنگیم و می‌جنگیم تا پیروز شویم. حالا نوبت ترکیه، اروپا، سوریه، ایران، عراق، روسیه و کردها است که فکری به حال این وضعیت بکنند. نگرانی دیگر آمریکا زندانیان داعشی‌اند. ده‌ها هزار نفر از شبه نظامیان عضو این گروه و همسران و فرزندانشان در زندان‌های کردهای سوریه هستند. کاخ سفید گفته اگر ترکیه این منطقه را تصرف کند، باید مسئولیت این زندانیان را هم بپذیرد. دولت ایالات متحده از فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی که بیشتر نیروهای داعش از آنها آمدند، خواست این زندانیان را تحویل بگیرند، اما این کشورها قبول نکردند. آمریکا مسئولیت این زندانیان را نمی‌پذیرد، مسئولیتی که ممکن است سالها ادامه داشته باشد و هزینه زیادی روی دست شهروندان آمریکایی بگذارد. سازمان ملل میگوید معلوم نیست این عملیات چه عواقبی داشته باشد، اما این نهاد خود را برای بدترین شرایط آماده میکند. ما نگرانیم که چه پیش خواهد آمد. 6 میلیون آواره در داخل سوریه هستند و 5.5 میلیون آواره در کشورهای همسایه. این درگیری ها مدت هاست که ادامه دارد و تصمیم برای هر عملیات جدیدی باید مسئله آواره ها را هم در نظر بگیرد تا افراد بیشتری از خانه هایشان رانده نشوند.
اشاره به کسانی که بعد از جان به در بردن از داعش حالا بار دیگر خود را بی‌دفاع می‌بینند. دیروز کردها به خیابان‌های روستاهای مرزی آمدند. می‌گویند آمریکا پشتشان را خالی کرده و همرزبان سابقش را تنها گذاشته. تنها ماندنی که شاید کردها را به سوی اتحاد با بشار اسد سوق دهد یا حتی این نقطه از سوریه را وارد چرخه دیگر از جنگی طولانی کند. باران عباسی، بی بی سی. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در جنوب بریتانیا با ما هستند و همینطور اکان ادمیر، نماینده پیشین مجلس ترکیه و کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن در آمریکا با ما. گفتگو رو با آقای متین شروع میکنم. آقای متین، قرار نبوده که آمریکا تا ابد در اون نقطه بمونه. ترکا میگن، کردها میگن که خروج آمریکا مثل خنجر زدن از پشت میمونه. چرا اینقدر کردها ناراحت هستند؟ خب ترکیه از تقریبا یک دو سال بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه، به خصوص بعد از ظهور داعش و اون محاصره مشهور کوبانی، تمام تلاشش رو بر این گذاشته بود که به اصطلاح دستاوردهای سیاسی کردهای سوریه رو و همپیمانان البته محلیشون که از گروه های مختلف قومی اونجا هستن، عرب، آسوری، ترکمن، چچن و غیره، اینها رو در واقع ازشون سلب بکنه. و ابتدا این رو با حمایت غیر مستقیم از داعش انجام داد، ولی بعد از شکست داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به همکاری نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، این موضع تقریبا کشیده شد به اینکه مستقیما و رسما وارد عمل بشن، که فاز اولیه این پروژه جدید رو در اشغال افرین دیدیم ما یکی دو سال پیش، که منجر به آوار شدن 100,000 نفر از ساکنان منطقه شد و نوعی جایگزینی قومی به اصطلاح انجام گرفت. اما تا اونجا که به استدلال آقای ترامپ برمیگرده، شما اگر نگاه کنید تقریبا تمامی سیاستمداران برجسته خود امریکا و فرماندهان عالی پنتاگون امروز در مقاطع مختلف این رو رد کردن. یک، اونها معتقدن که داعش اولا شکست نخورده به تمامی به اونجوری که آقای ترامپ میگه. دوما اونها در واقع منافع آمریکا رو برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ به نظر میرسه تصور میکنه، فقط محدود به شکست داعش نمیبینن، بلکه معتقدن که در واقع همکاری با نیروهای دموکراتیک سوریه اتفاقا منافع آمریکا را در دراز مدت تضمین خواهد کرد. و حتی اگر هم قرار باشه این نیروها خارج بشن، باید این به اصطلاح امنیت همپیمانانشون تضمین بشه، تا در آینده کسان دیگری در جای دیگری اگر احیانا آمریکا خواست باشون همکاری بکنه، این اعتماد رو داشته باشن که این کار رو بکنن. در هر صورت آقای متین، آمریکا ظاهرا تصمیم خودش رو گرفته، همین الان در حال خروج از اون نقطه هست. نیروهای کرد هم بعید به نظر میاد که بتونن در برابر ارتش ترکیه مقاومت کنن. آیا راهی مثل مثلا همراهی با دولت ترکیه یا رسیدن به یک مصالحه با دولت ترکیه وجود داره یا نه؟ به نظر من دو نکته اینجا مهم است. این که آقای ترامپ یک بار دیگر هم در دسامبر 2017 گفتن که نیروها رو خارج میکنن، ولی همچنان که دیدیم بدنه سیاست گذاری استراتژیک امریکا علیه اون به اصطلاح مقاومت کردن و مسئله در واقع شروع شد، تبدیل شد به یک خروج تدریجی. الان هم شما نگاه بکنید، مثلا کسی مثل آقای لینزی گراهام که از همپیمانان آقای ترامپ محسوب میشه، که از به اصطلاح جمهوری‌خواهان برجسته است، گفته اگر این مسئله صورت بگیره، اونها لایحه‌ای رو تقدیم کنگره میکنن که در واقع حتی ترکیه رو از ناتو بیرون بکنن و یا تحریم علیه ترکیه اعمال بشه و نهایتا این تصمیم رو عملی کنن. یعنی معلوم اینه که هنوز واقعا این که تا چه اندازه این نیروها خروج خواهند کرد از سوریه و ابعاد این عقب نشینی و همکاری غیر مستقیم با ترکیه بود به اصطلاح چقدر خواهد بود، ما خیلی مطمئن نیستیم. روزهای آینده روشن خواهد کرد. اما در مورد این که نیروهای کرد سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه چه کار میتونن بکنن، این واقعیت این است که از چند سال قبل با وساطت روسیه هر از چند گاهی با دولت مرکزی اونها مذاکره کردن بر سر اینکه در واقع این مناطق به نوعی دوباره ادغام بشه در سیستم سیاسی دولت سوریه، ولی اون مطالبات اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه به زعم اونها از سوی دولت سوریه تاکنون پذیرفته نشده. ولی در این مقطع به نظر من هم نیروهای دموکراتیک سوریه انگیزه بیشتری برای مصالحه دارن و هم دولت سوریه باید متوجه این موضوع باشه که جاهایی که ترکیه وارد میشه به آسانی خارج نخواهد شد. درست. من میخواستم این سوال رو هم از شما بپرسم که شرایط کردها برای همراهی با دولت بشار اسد چیه؟ منتها سوال من بود که
فعلا الان آقای اردوغان میخواد نیروهای خودش رو وارد بکنه. آیا هیچ زمینه‌ای برای نوعی از مصالحه، برای نوعی از کاهش تنش بین کردهای اون منطقه و ترکیه وجود داره یا نداره، یا نه اینها تا آخر علیه همدیگه خواهد جنگید؟ بله، کردهای سوریه از آغاز وضعیت جاری در سوریه همیشه خواهان مصالحه و گفتگو با ترکیه بودن. این ترکیه هست که اونها رو با انتصاب دادن به حزب کارگران کردستان از بیخوبون در واقع غیر قابل قبول توصیف کرده و به انهای مختلف اونها رو تضییع کرده. حتی امروز هم اونها اگر شما نگاه بکنید، مثلا شورای دموکراتیک سوریه اعلام داده که اونها کماکان حاضرن و مایلن که به اصطلاح با گفتگو این مسائل رو حل بکنن، ولی دولت ترکیه طرف کرد سوریه رو اصلا مشروع برای مذاکره نمیبینه و حاضر نیست باهاشون صحبت بکنه. اما در مورد مسئله سوریه به اصطلاح اینکه چه مصالحه‌ای ممکنه صورت بگیره، همین امروز مثلا من گزارشی دیدم که نیروهای روسیه و سوریه در حال آماده شدن برای ورود به شهر منبیچ هستند، یکی از اون جاهایی که بسرش اختلاف شدید وجود داشت بین ترکیه و آمریکا، یا اینکه نیروهای روسیه دارن پل‌های متحرک روی فرات می‌ذارن که بتونن ارتباط بین مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه رو ایجاد بکنن. در هر صورت اگر احیانا ترکیه حمله بکنه، بر اساس موضع اعلام شده نیروهای دموکراتیک سوریه اونها مقاومت خواهند کرد و به نظر من کاملا طبیعی خواهد بود که اونها بتونن از دولت سوریه و روسیه احتمالاً کمک لوجستیکی دریافت بکنن. و در نهایت فکر میکنید که اوضاع به سمت نزدیک شدن کردها و دولت مرکزی پیش میره؟ خب آیا این یک پیروزی برای بشار اسد و همینطور ایران به حساب میاد؟ کوتاه لطفا. در کوتاه مدت شاید، البته برای هر دو طرف وجود خواهد داشت به نظر من پیروزی، چون به نظر من در میان مدت هم حتی خیلی بعید هست که دولت سوریه بخواد یا بتونه یک ارتش 60-70 هزار نفره سوریه دموکراتیک سوریه رو کلن در نظر نگیره در محاسبات داخلی سیاسی سوریه. ولی تا اونجایی که شرایط امروز ایجاب میکنه، حفظ جان و شهرهای شمال سوریه در اولویت اول به نظر من نیروهای دموکراتیک سوریه قرار داره و بر اون اساس به احتمال زیاد تمایل بیشتری برای مذاکره با دولت سوریه نشان خواهند داد. ممنونم از کامران متین، استاد رابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. و همونطور که اشاره شد، آیکان اردمیر نماینده پیشین مجلس ترکیه و کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما هستند. آقای اردمیر، شما بسیار مخالف این سیاست آقای ترامپ هستید، دلیل اصلی مخالفت شما چیه؟ دلایل مختلفی هست که نشون میده که تغییر ناگهانی سیاست از جانب پرزیدنت ترامپ مضر هست، نه فقط برای منافع آمریکا بلکه برای صلح و ثبات در منطقه. ایالات متحده در گذشته نقش مثبت و سازنده‌ای بازی کرده، هم در شکست دادن داعش، هم در ایجاد ثبات در شمال سوریه و هم به عنوان یک میانجی بین کردها و ترکیه و هم بین کردهای خود ترکیه و دولت ترکیه. بنابراین نقش میانجیگری آمریکا میتونست تبدیل به یک رویه بشه و میتونست ادامه پیدا کنه و دموکراتیزاسیون رو در این منطقه در شمال شرق سوریه حمایت کنه، در حالی که این اعلام ناگهانی پرزیدنت ترامپ که بعد از این مکالمه تلفنی انجام شده به نظر من لطمه زده به اعتبار ایالات متحده و قابلیت اتکا به ایالات متحده در نقش یک میانجی و همینطور به عنوان یک فراهم کننده یا تامین کننده امنیت در منطقه. با توجه به بی‌اعتمادی که این ایجاد کرده، این چرخش پرزیدنت ترامپ ایجاد کرده، فکر می‌کنم بتونیم بگیم که این فقط بحث SDF نیست، حالا مؤلفه‌های اون چه جبهه دموکراتیک سوریه، مؤلفه‌های اون چه عرب، چه ترکمن، چه کرد، بلکه دیگر بازیگران منطقه‌ای نگاه خواهند کرد به این وضعیت و سعی خواهند کرد که برن به سمت جایگزین‌های دیگر و سعی خواهند کرد که کمتر حساب کنند روی آمریکا. و فکر می‌کنم که از این به بعد شاهد یک چرخش رویکرد خواهیم بود، یک چرخش بازیگران دولتی و غیر دولتی خواهیم بود به سمت مثلا روسیه، به سمت ایران و یا حتی دولت اسد. بنابراین من فکر می‌کنم
این تصمیم پرزیدنت ترامپ در واقع دست نیروهای یاغی رو، نیروهای خودکامه رو در منطقه، دست اونها رو قوی تر کرده و در واقع تلاش ها برای رسیدن به یک حکومت همه شمول و برابر در شمال شرق سوریه رو ضعیف کرده. من به مطبوعات ترکیه نگاه می کردم، در جای یکی از نویسندگان نوشته بود که برای صدها و بلکه هزاران سال مردم این منطقه زندگی کردند، آمریکا حضور نداشته، بنابراین اگر آمریکا از این منطقه نیروهای خودش رو خارج بکنه شاید دامنه تنش‌ها کمتر بشه. چه پاسخی دارید به این ارزیابی؟ زمانی بود که بله حضور آمریکا در منطقه نبود و ما در اون مقطع شاهد قتل عام و تصفیه نژادی کردها و سیریک ها و ایزدی ها بودیم. بنابراین همین قتل عام ها بود که در نهایت آمریکا رو وادار کرد که در منطقه حضور داشته باشه. این به این خاطر نبود که مردم آمریکا خواستار اون بودن، بلکه مردم کل جهان در اروپا، در شمال آمریکا و بقیه جهان از این وضعیت شوکه شده بودند و خواستار یک پاسخی شده بودند به داعش و قتل عام داعشی که در این منطقه علیه اقلیت‌های قومی و علیه زنان اعمال می‌شد. و در واقع نه فقط آمریکا بلکه اعضای اتحادیه اروپا هم ازشون خواسته شد در کنار بقیه جامعه جهانی شرکت کنند اینجا و حضور داشته باشند. اما اغلب شاهد بودیم که ایالات متحده تنها بازیگر اینجا بوده در کنار روسیه و ایران که متحد شده و نیروهایی رو به اینجا فرستاده. البته میتونست یک سناریوی متفاوتی باشه اگر یک تعهد بیشتری از مثلا اتحادیه اروپا و اعضای اون میدیدیم، نه فقط در پاسخ به بحران پناهنده ها و آواره ها، بلکه در پاسخ به مسئله امنیت و بازسازی منطقه. بنابراین من فکر میکنم چنین استدلالی که رفتن آمریکا الان میتونه پاسخی برای این مشکل موجود باشه، به نظر من خیلی ساده لوحانه است. یک مشکلات بسیار دیرینه‌ای و درگیری دیرینه، خصومت‌های دیرپایی در اینجا هست بین بازیگران حکومتی و غیر حکومتی در این منطقه و نیاز هست که یک میانجی‌های صادق در اینجا شرکت داشته باشند، حضور داشته باشند. ترکیه خودش نفع برده از چنین میانجیگری‌های غربی در گذشته، نه فقط در بحث فرایند صلح با کردها، بلکه در قبرس، بلکه در روابطش با همسایه‌هاش در اروپا. بنابراین استدلال من اینه که همواره میشه یک نقش مثبتی متصور شد برای آمریکا و اتحادیه اروپا که بازی کنن در سوریه و همینطور در ترکیه و روابطش با دیگر بازیگران حکومتی، کشوری و غیر کشوری. آیکن آردمیر، نماینده پیشین مجلس ترکیه و کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، ممنونم از حضور شما در برنامه. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی اختصاصی میگه که پلیس ضد تروریسم در سرتاسر بریتانیا یک بانک اطلاعاتی سری از هزاران شهروند این کشور تهیه کرده. پلیس برای این کار از داده‌های برنامه دولتی استفاده کرده به نام پریونت یا جلوگیری از افراط‌گرایی. این برنامه 16 سال پیش در زمان دولت حزب کارگر ایجاد شد و هدف اون حمایت از افراد آسیب‌پذیر در برابر افراط‌گرایی بود. از 4 سال پیش بر اساس قانون مراکزی مثل مدرسه ها، درمانگاه های دولتی و زندان ها باید نگرانی های خودشون رو در مورد افرادی که احتمال میدن به افراط‌گرایی کشیده بشن به مراجع امنیتی گزارش کنن. روزنامه گاردین میگه شمار دقیق اطلاعات افرادی که در بانک اطلاعاتی مخفی نگهداری میشه معلوم نیست، ولی بر اساس اطلاعات وزارت کشور بریتانیا در 3 سال منتهی به بهار پارسال بیشتر از 20,000 نفر به برنامه جلوگیری از افراط‌گرایی توسط نهادهای مختلف معرفی شده بودند. 57% این افراد 20 ساله یا کمتر بودند. 2,000 نفر زیر 15 سال داشتند و بیشتر از 2,100 نفر هم بین 15 تا
20 سال داشتن. انتشار این خبر نگرانی های رو به ویژه در جامعه مسلمان بریتانیا ایجاد کرده. از جمله هارون خان دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا به این موضوع اشاره کرده. او گفته که وجود این بانک اطلاعاتی نشون میده شمار زیادی از افرادی که به برنامه جلوگیری از افرادگرایی ارجاع شدن همچنان تهدید به حساب میان، حتی کسانی که هیچ ارتباطی با تروریسم نداشتن. به عبارتی دیگه دولت اونها رو تهدیدی بالقوه به حساب میاره و این از نظر او اثر بدی بر مسلمان ها میگذاره. از طرف دیگه شورای رؤسای پلیس بریتانیا گفته که مردم انتظار دارند پلیس سوابق افرادی رو که به دلیل آسیب پذیری به برنامه‌های حمایتی ارجاع داده شدند به عنوان قربانیان احتمالی افرادگرایی حفظ کنه. و از یک مدیر گروه حقوق بشری لیبرتی که انتشار این اطلاعات رو درش نقش داشته پرسیدم که نهادهای امنیتی میگن این اطلاعات برای حفاظت از شهروندان ذخیره میشه، دلیل نگرانی کسانی مثل او چیه؟ بحث ما اینه که یک پایگاه داده هایی است که به طور بالقوه هزاران نفر رو در اونها وارد میکنن بر اساس اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و این برداشت ما هست. آیا شواهدی وجود داره که از این اطلاعات سوء استفاده شده باشه یا افراد دچار مشکل شده باشند؟ مشکل در درجه اول نبود شفافیت. اطلاعات این پایگاه داده ها سریه، بنابراین مردم نمیدونن که افراد نمیدونن که اسمشون احیانا در اون هست، نمیدونن که چرا احیانا اسمشون وارد اون شده. اطلاعات حساسی مثلا اعتقادات مذهبی افراد درش هست، ولی مردم نمیدونن که چه بخشی از اطلاعات مربوط به اونها در این پایگاه داده ها وجود داره و احیانا با کی شیر میشه، با کی به اشتراک گذاشته میشه، و اونها این اطلاع رو ندارن که بدونن آیا احیانا اسمشون پاک شده. بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست، هیچ پاسخگویی نیست، و به اعتقاد ما هیچ کس نباید در نامش احیانا به طور بالقوه روی یک پایگاه داده های سری پلیس باشه، بالقوه بر اساس اینکه چه اطلاعاتی چه اعتقاداتی دارن. هیچ اطلاعاتی موجود هست در مورد این که چه افرادی با چه ویژگی هایی بیشتر در این پایگاه هستن؟ مثلا از نظر سنی میدونیم که حساسیت بیشتر بر روی افرادی با گرایش مذهبی خاصه، ولی از جنسیتشون، سن و سالشون و یا طبقه اجتماعیشون اطلاعاتی هست؟ باز هم همین، چون دقیقا به همین دلیل که این پایگاه داده ها سری هست ما نمیدونیم و ما انتظار داریم که دولت شفافتر باشه در این باره. چیزی که ما میدونیم اینه که این پایگاه داده ها یک سری افراد رو بر اساس برنامه پریونت در اون قرار داده، بنابراین یک سری آماری هست، اما بقیه اون همش برای ما یک رمز و رازه. خب اگر چیزی اینقدر نامشخصه و دربارش هم اطلاعات کمه، دلیل مخالفت شما چیه؟ نگرانی ما همونطور که اشاره کردم اینه که مردم رو اسمشون رو میگذارن در یک وارد میکنن در یک پایگاه داده های سری پلیس بر اساس اینکه این مقام ها این مسئولان فکر میکنن نگاه میکنن به اینکه اعتقاد این افراد چیه. این مشکل اصلیه، یعنی کارمندان دولت، کارکنان دولت که ما باید به اونها مثل کارکنان نظام درمانی یا مثل معلمان اعتماد داشته باشیم، اینها تصمیم میگیرن که داده های افراد رو انتخاب کنن و نام افراد رو وارد این فهرست کنن بدون اینکه افراد بدونن که اسمشون وارد این داده ها شده و تا کی این لیست اسمشون داخل این لیست هست و احیانا تحت چه شرایطی پاک خواهد شد. اتحادیه اروپا قوانین سفت و سختی رو اخیرا اجرا کرد در مورد رعایت حریم خصوصی افراد. داشتن این اطلاعات و انبار کردن این اطلاعات، ذخیره اونها نقض این قانون به حساب میاد یا نه؟ منظورم اینه که آیا شهروندان میتونن شکایت کنند؟
در مقام تئوری، از نظر تئوری بله، اگر افراد بدونن که اسمشون در این پایگاه داده وارد شده، اون وقت میتونن که اقدام کنن و ما نگران این هستیم که چنین داده هایی، چنین پایگاه داده هایی ممکنه که با اون قانون اتحادیه اروپا همخوانی نداشته باشه، اما اطلاعات بیشتر نیاز داریم که بتونیم دربارش کاری بکنیم. و در نهایت چی فکر میکنید؟ آیا این رفتار نشان دهنده بی‌اعتمادی به یک طبقه خاص در جامعه تلقی میشه؟ فکر میکنم چیزی که ما در سالهای اخیر شاهدش بودیم و خیلی هم از جامعه مسلمانان کشور این رو شنیدیم، این بوده که جامعه مسلمانان، اقلیت مسلمان و اقلیت سیاه‌پوست به طور مشخص هدف این حرکات بوده، جمع‌آوری داده‌ها و اون چیزی که بهش پروفایلینگ میگن، برای اینکه نگرانی که وجود داره از اینکه اینها دوچار یا وارد آموزه‌های اکستریم تندروانه بشن، وارد بحث رادیکالیزاسیون بشن، رادیکال بشن، این نگرانی باعث شده که این اتفاق صورت بگیره. اما از طرف دیگر چون تعریف افراطی‌گری و افراطگرایی خیلی تعریف گسترده‌ای است، گاهی وقتا به صورت سلیقه‌ای ازش استفاده شده یا سوء استفاده شده که دولت در اون مقطع خاص یک تفسیر خاصی داشته باشه و بعد بر اساسش اقدام کنه. مثلا در این مقطع خاصی ممکنه که فعالان طرفدار محیط زیست رو افراطی تلقی کنن، تفسیر کنن و اون وقت علیه اونها اقدام کنن. بنابراین این یک نگرانی همه فعالان سیاسی باید باشه و نگرانی همه جامعه باید باشه، برای اینکه دولت میاد و اطلاعات حساس رو وارد یک پایگاه داده ها میکنه بر اساس کسانی که در اون مقطع خاص زمانی تصمیم میگیره که اینها افراطی هستن و ما فکر میکنیم که چنین حرکتی برای همه جامعه، برای همه اعضای جامعه مضر میتونه باشه. گریسی برادلی بود از مدیران گروه حقوق بشری لیبرتی. اعتصاب‌های کارگری در ایران شدت گرفته. امروز نیروهای امنیتی به تجمع کارگران صنایع آذراب عراق گاز اشکاور شلیک کردند. عده‌ای از کارکنان این مجموعه برای دومین روز پیاپی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. آنها خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده خود و تعیین تکلیف سهامدار این شرکتند. همزمان گزارش‌ها از بازداشت 14 کارگر معترض نشکر هفت‌تپه در استان خوزستان حکایت دارد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. وای از این فقر، باری که حقوق عقب افتاده سنگینی آن را بر دوش کارگران دوچندان کرده. در اقتصاد امروز ایران حقوق عقب افتاده برای کارگران یعنی شرمندگی، یعنی دست خالی، یعنی قرض روی قرض. کارگران کارخانه آذراب عراق میگویند دو ماه است که دست مزدشان را نگرفتند. امروز برای دومین روز پیاپی قصد داشتند برای تجمع و اعتراض از کارخانه خارج شوند که با صف نیروهای امنیتی مواجه شدند. گزارش شده که به طرفشان گاز اشکاور شلیک شده. دیروز هم عده‌ای از این کارگران ورودی شهر را بسته بودند. اعتراض‌ها شهریور ماه هم جریان داشت. همزمان با این اعتراض‌ها کارگران نیشکر هفت‌تپه هم همچنان ناراضی‌اند. به گفته سندیکای این کارگران، در روزهای اخیر 14 نفر از کارگران این شرکت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. به گفته این سندیکا، پلیس امنیت 3 نفر از این کارگران را بازداشت کرده. از جمله این شخص، یوسف بهمنی. بعد بچه هم از افرسید، تو کی بودی؟ چه کردی؟ بگم آقا زدن تو سرم، به هر قیمتی، به هر خفتی زدن تو سرم، صدا من در نیومد. این نام اخراجی منه. گفته شده 11 کارگر دیگر این شرکت هم که به قصد دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در راه تهران بودند، دیروز بازداشت شدند. از جمله محمد خنیفر، کارگری که حدود یک ماه پیش امام جمعه اهواز پس از شنیدن اعتراضش دستش را بوسید. سوال این دست، کار میکردیم؟ از کارتون جا آمدیم؟ نه، پیامبر با بوسید، عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم. چند روز بعد اما قاضی محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به او حکم 6 سال حبس داد. حقوق اگر دو تا هم حقوقتون دادن ولی خواهشن بیای،
هفته گذشته هم 40 کارگر این شرکت تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت شوش احضار شده بودند. به گفته کارگران، هر کدامشان که صدایش را بلند می کند، چند وقت بعد احضار یا بازداشت می شود. مثل ابراهیم عباسی که در دور جدید اعتراض ها کلیپ های زیادی از او منتشر شده. کارگران هشدار می دن. آقای دست بردار از این که پرونده سازی داری می کنی برای کارگران. موج جدید اعتراض ها در هفت‌تپه در اعتراض به حقوق عقب افتاده و اخراج عده‌ای از کارگران اول مهر ماه آغاز شد. البته استاندار خوزستان هفته گذشته گفت در هفت‌تپه اوضاع خوب است و مشکل بزرگی نیست. الان مطالبات مالی خاصی نیست. داره پرداخت میشه. با به اصطلاح تا تیر ماه حقوق دریافت کردن و این ماه هم باید مرداد ماه رو دریافت کنن. مشکل از اونجا ایجاد شد که قرارداد به اصطلاح قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد. باید تمدید میشد. کارفرما بنا به اختیاراتی که داره بنا گذاشته با 20 نفر قرارداد تمدید نکنه. اما کارگران خواسته های دیگری را هم مطرح کردند. باید خصوصی سازی از اینجا جمع کنه بره. کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن. یکی از آنها لغو احکام قضایی صادر شده علیه بازداشت شدگان هفت‌تپه است. این احکام انتقادهای بسیاری را در پی داشت و رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی به آنها را صادر کرد. البته هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه گفت هنوز پرونده ها به شعبه تجدید نظر نرسیده. قطعاً در این پرونده به محض وصول پرونده به دادگاه تجدید نظر هم خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد، هم سیاست‌های کیفری مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه رو ملحوظ نظر قرار خواهد داد. این کارگران چند روز پیش پرچم پوسیده و رنگ باخته کارخانه را که از 4 سال پیش عوض نشده بود تعویض کردند. به گفته خودشان به نشانه عشق به وطن و تأکید بر ادامه تلاش برای گرفتن مطالبات در زیر این پرچم. درود بر شرفتون که پشتوانه همین پرچم رو تعویض کردید که به فکر و ایران و ایرانی و کارگر ایرانی هستید. درود بر شرف. مهدی بیگی، BBC. در ایران استاندار چهارمحال و بختیاری میگوید کمتر از 5% مردم روستای چنار محمودی شهرستان لردگان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا شدند. ولی بعضی از اهالی این روستا شمار مبتلایان را تا 200 نفر، یعنی 3 برابر آمار استاندار میدانند. آنها میگویند به علت استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون ویروس HIV به آنها سرایت کرده. ولی وزیر بهداشت گفته که معتادان تزریقی و روابط نامطلوب باعث این وضعیت شده. علی همدانی اخبار این روستا را پیگیری کرده، روستایی که تا قبل از این ماجرای جنجالی خیلی ها اسمش را هم نشنیده بود. از ساختمان شیشه رادیو و تلویزیون حکومتی دیگر خبری از لردگان نیست. بعد از آنکه معترضان روستای چنار محمودی ضد انقلاب خوانده شدند، حتی در بولتن‌های خبری اصلی این حرف‌های امروز سخنگوی دولت را هم پخش نکردند. هر گونه استفاده از سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت بهداشت رو کاملا تکذیب می‌کنم. من فکر می‌کنم ماجرا از وقتی به انحراف رفت که این بهورز خوب ما بازداشت میشه بدون هیچ تخصصی، نظریه تخصصی توسط مقام قضایی استانی بازداشت میشه بدون هیچ تخصصی، سوالی تخصصی. البته من که پرسیدم گفتن به خاطر این بود که ممکن بود خشونت علیش به خرج داده بشه. این اظهارات بعد از چندین روز اعتراض خیابانی در روستای چنار محمودی شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و برخی نقاط دیگر از جمله در اصفهان. معترضان خواستار استعفای وزیر بهداشت هم بودند. آقای ربیعی همینطور درباره این بخش از گفته معترضان که استفاده از سوزن مشترک توسط بهیاری که برای آزمایش دیابت در روستا بوده هم توضیح داد.
ماجرا از اینجا بوده که فردی مراجعه میکنه به یک پزشک، پزشک میبینه ایمنی بدنش اومده پایین و آزمایش های بیشتری رو ارجاع میده. منظور سخنگوی دولت از تست شاید این آزمایش رایج و فوری باشد برای تشخیص حضور ویروس در خون، آزمایشی که حجم کمی از خون را میسنجند و در صورت مثبت بودن از فرد آزمایش های دقیق تر میگیرند. چنار محمودی ها میگویند که به آنها گفته شده آزمایش خون صورت گرفته مرتبط با قند خون است. من خودم یکی مبتلا ام، دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست، اون برادرم هست، بچه برادرم هست، خون من 8 نفریم. این زلزله می اومد بهتر بود تا این همه تو اومد. یکی از نزدیکان بهیار در گفتگو با بی بی سی با تایید بازداشت او گفته بهیاری که این آزمایش را انجام داده عضو فعال بسیج بوده و بسیاری از محلی ها او را به عنوان فردی نزدیک به حکومت و دیندار می شناسند. همان تصویری که سخنگوی دولت هم از این بهیار ارائه کرد در ادامه واکنش‌ها به اعتراضات در چنار محمودی لردگان. من اینجا وظیفه خودم میدونم که از این بهیار تشکر کنم و از این بهیار رو تشویق کنیم، تشکر کنیم که مسئولانه رفتار کرده در قبال کاری که مسئولیت داشته. نمی‌خوام خدای نکرده شانتاژ بازی تبلیغاتی در بیارم. اینجا هم در حضور فرماندهی سپاه استان چهارمحال و بختیاری که بعد از اعتراضات به این محل رفته همه چیز آرام است. فرماندهی سپاه میگوید نه اتفاقی افتاده نه مردم محل معترضند. آیا کار چنار محمودی ها بود؟ نه. آیا مردم چنار محمودی دوست دارن این رفتار را؟ نه. و اعلام انزجار میکنند این مردم خوبه، این روستایی که جمعیت خیلی خوبی هم دارن، جمعیت بالای 1800 نفر. جانم فدای رهبر. یکی از کارکنان بیمارستان شهدای لردگان در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که در طول چند روز گذشته شمار مراجعان به بیمارستان برای آزمایش‌های مرتبط با HIV زیاد بوده. او گفته در این بیمارستان امکانات آزمایشگاهی لازم موجود است اما به دلیل بالا بودن شمار مراجعان کیت‌ها تمام شده. شمار بالای مراجعان شاید ناشی از ترس ساکنان و تلاششان برای اطمینان از سلامت خود باشد. در منطقه روستایی که خبرها درست یا غلط زود می‌پیچد. مجلس ایران گفته هیئتی را عازم این منطقه می‌کند تا به گفته رئیس مجلس حقیقت یابی کنند. در کشوری که دیدگاه‌ها درباره HIV و AIDS عقب مانده است و هر چه مرتبط با آن است همچنان تابو، به نظر می‌رسد که اکثراً به دنبال مقصرند تا راه حل برای ویروس و بیماری که این روزها در دنیا راحت تر با آن کنار می آیند و آسان تر کنترلش می کنند. علی حمیدانی، بی بی سی. از تهران گزارش شده که پلیس برای چندین مغازه فروش لوازم و غذای حیوانات خانگی اخطاریه پلم صادر کرده. در این اخطاریه به پت شاپ ها اعلام شده که به دلیل فعالیت بدون مجوز 10 روز فرصت دارند تا کالاهای ضروری و فاسد شدنی را از واحد کسب خود تخلیه کنند. رئیس اتاق اصناف تهران خواستار لغو پروانه کسب این واحدهای صنفی شده بود. واکنش های چند بیننده بی بی سی فارسی به این دستور با هم دیگه بشنویم. الان تهیه غذا فوق العاده برامون سخت شده و هزینه گزافی داره و اینکه واقعا من موندم الان با این برخورد هایی که میخوام بکنم به کجا میرسن. اینقدر هزینه نگهداری حیوانات زیاد شده که من خودم با چشمام دیدم که خیلی ها حیواناتشون رو رهاسازی کردن بخاطر که از پس هزینه هاش بر نمیان. این همه مشکلات ما داریم توی کشورمون، به جای اینکه بیان اینایی که دارن دزدی میکنن، اینایی که دارن رشوه میگیرن، این قاضیایی که رشوه میگیرن رو بیان اینا رو بگیرن، زورشون رسیده به 4 تا سگ و گربه و یه کسانی که سگ و گربه دارن. جدا از مشکلات اقتصادی جامعه که هر روز کالاها گران و گران‌تر میشن، با اعمال قانون ممنوعیت واردات غذای حیوانات هم غذا و هم محصولات حیوانات 2 یا 3 برابر گران‌تر شده. یه سری از کالاها کلا نایاب شدن، مثل غذای آلرژیک، غذای سافت اینقدر توی انبار موندن که اون حالت اولیه‌شون رو از دست دادن. با بستن پچاپ ها حکومت نمیتونه نیاز یک قشر قابل توجه از جامعه که هر روز بیشتر و بیشتر میشن رو نادیده بگیره و انتظار داشته باشه آدمایی که حیوانی رو دارن اونا توی کوچه بذارن یا اینکه حیوانی رو نپذیرن. به خاطر اینکه فرض محال بر این میگیریم که حتی یک باکس غذا وجود نداره، کسی که حیوانی رو داره یا حیوانی رو میخواد بپذیره میتونه خودش غذا رو آماده بکنه و اون پروتئین و ویتامین کافی رو به بدن حیوانش برسونه.
اینجا بزرگترین ضرر رو پچاپ ها میکنن به خاطر اینکه یک یا چند نفر اومدن کسب و کار جدیدی رو زدن، یه درسی خوندن و حالا حکومت نون اینها رو میبره و بیکارشون میکنه و به بیکاران قدیمی که در سطح شهر هستن اونا رو اضافه میکنه. از طرف یه سری نمیان این پروسه رو قبول میکنن، به صورت زیرزمینی کاراشون رو ادامه خواهند داد. صدای شماری از بینندگان بی بی سی فارسی بود که نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشته بودند. دکتر پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان و بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران با ما هستند. آقای محبی، مسئله نگهداری از حیوانات خانگی گاهی حساسیت برانگیز بوده. این اخطاریه‌ای که داده شده دلیلش مسئله مجوز و مسائل حقوقیه یا اینکه برمیگرده به همون حساسیت؟ من فکر نمی‌کنم که، البته اجازه بدیم دیروز 14 مهر بود، من 14 مهر روز دامپزشکی رو همه بستندگان دامپزشکی کشور تبریک بگم. من فکر نمی‌کنم این مسئله برگرده فقط به در واقع این که بخوان جلوی حیوانات خانگی رو بگیرن. به هر حال منم اینو قبول دارم که سنفی تشکیل شده بدون هیچ داشتن هیچ سنفی و هیچ در واقع ارگانیزیشنی برای اینا، و در واقع خب وقتی ارگانیزیشن نباشه، نظارت نباشه، ممکنه تخلفهایی صورت بگیره. هرچند که ما بدون داشتن پچاپ یا حالا فروشگاه های لوازم خانگی، چون پچاپ جایی که حیوان میفروشن، اینا فروشگاه لوازم هست، در سیستم خودمون کلینیک ها، بیمارستان ها و داروخونه های دامپزشکی رو داشتیم که دارن الان هم این لوازم رو ارائه میکنن. سلمانی که در ایران مثلا پرنده فروشی سابقه بسیار طولانی داره، غذای پرنده هم همینطور و لوازمی که مربوط به نگهداری پرنده می شده، این گروه جدید، این صنف جدیدی که شما اشاره کردید هنوز رسمی نیستند، چرا نتونستن یه جایگاهی پیدا بکنن علی‌رغم این سابقه؟ خب ببینین، دنیای حیوانات خانگی من میتونم اینجوری تشبیهش کنم که یه دنیای موازی دنیای ما آدم ها. این حیوان ها برای خودشون همه چی دارن، مثلا غذا دارن، دارو دارن، مکمل دارن، وسایل بازی دارن، لباس دارن، هم خونه دارن، همه اینا رو دارن. و واقعا اینو بخوایم ساماندهی کنیم توی یه دونه صنف یه ذره سخته. دو سه تا صنف مختلف مثل حالا مرغ و ماهی فروشا یا دارو و لوازم و سم گیاهی فروشی اومدن و خواستن بیان اینجا، در واقع به خاطر اون منافع مالی که وجود این صنف برشون ایجاد میکرد، سعی کردن که بیان مثلا بشن متولی این صنف، ولی خیلی منطقی نبود این مسئله. به نظر من در حال حاضر با توجه به اینکه این فروشگاه هایی که میخوان بیان لوازم حیوانات خانگی رو بدن، برای اینکه دوچار خسران نشه کسی که ازشون خریداری میکنه و تخلفی شاید صورت نگیره، بازم من تاکید میکنم بهتره که در قالب همون داروخونه های دامپزشکی که از قدیم در تهران مجوز داشتن اینا ساماندهی بشن. تو داروخونه دامپزشکی دامپزشک حداقل وجود داره که بتونه هم توصیه دارویی درست بکنه، همین که از خرید اشتباه افراد جلوگیری کنه. مضافاً این که اگه که مثلا مداخله درمانی چیزی هم صورت نگیره، چون به هر حال واقعا یکی از تخلفاتی که تو پچاپا صورت میگرفت مداخله های درمانی و شاید واکسن زدن ها بود. من میگم ما سابقه اینجور تنش ها رو مثلا راجع به کافینت ها هم یه حدود 15 سال پیش تو ایران داشتیم. صنف جدید بود که به وجود اومده بود و در واقع فکری براش نشده بود و به نظر من متولی های اقتصاد کشور باید راجع به این مسئله فکر کنن. خب اشاره کردید که باید فکری به حال این موضوع بشه. اخطاریه پلیس و بستن واحد های کسب و کاری مثل این چاره کار هست؟ ببینیم تا زمانی که راهکار پیدا نشه، رفتن و بستن فقط فضا رو زیرزمینی میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان افراد رجوع میکنن به سایت های مجازی تو اینستاگرام، تو مثلا تلگرام، خیلی ها دارن لوازم و غذا میفروشن و از این اتفاقا بدون اینکه پلیس بتونه نظارتی داشته باشه. من قبول دارم که امنیت غذا، امنیت بهداشتی کشور هم مهمه، ولی واقعا فشارهای اینجوری ضربتی اومدن و وارد شدن و بستن جز این که مسئله رو زیرزمینی کنه اتفاقی نمیفته. یکی از شنونده‌های شما یه پیغام گذاشته بود که گفته بود قیمت غذا 3-4 برابر شده. ایشون کاملا درست میگن. از وقتی که واردات غذای حیوان ممنوع شد،
الان غذا داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه و خیلی‌ها دارن تو فضای مجازی اینا رو عرضه میکنن و چندین برابر قیمت واقعیش، یعنی اون کسی که متضرر شد اون میزان عرض بازم داره از مملکت خارج میشه، اون کسی که متضرر شد فقط مصرف کننده داخلی بود. ممنونم از دکتر پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان و بیمارستان دامپزشکی تهران با ما. امروز در لندن حدود 150 نفر از فعالان اقلیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند، اما این مانع از آن نشد که هزاران نفر از آنها با نافرمانی مدنی، تحسن و اعتراض در مرکز شهر توجه افکار عمومی را به خطر بحران اقلیمی و گرمتر شدن کره زمین جلب نکنند. صحنه های مشابه اعتراض و دستگیری در استرالیا، آلمان و هلند. سیاوش اردلان امروز به میان معترضان در لندن رفت. نام خود را شورش علیه انقراض گذاشتند. این معترض هیچ شباهتی به یک شورشی ندارد، تا اینکه دریابیم او بر روی خودروی لمیده که یکی از مهمترین پل‌های مرکز شهر لندن را مسدود کرده. لندن زادگاه تشکیلات شورش علیه انقراض است، اما با گذشت یک سال از ظهورش حالا فعالان این گروه کارزار خود را از استرالیا شروع کردند. Is this worth getting arrested for? یک خبرنگار محلی از این معترض در سیدنی میپرسد آیا ارزشش را داشت که بازداشت شوی؟ او میگوید البته. و این داستان همه جا تکرار شد. در نیوزیلند و اینجا در فرانسه. همه با یک پیام و یک روش. نافرمانی مدنی به این شکستش. معترضان اقلیمی متحسن میشن، در یک نقطه خودشون به روی زمین میندازن، به طوری که بیشترین نیروی پلیس باید صرف بازداشت اونها بشه. پلیس میخواد بدون شدت عمل نسبت به هواداران اجازه نده که اونها بتونن در روند عادی زندگی در لندن اختلال ایجاد کنند. و معترضان رو میبینید که در میان تشویق و سوت و کف حاضران به بازداشتگاه برده میشن. تا الان بیش از 130 نفر تنها طی یک روز در لندن بازداشت شدند. این صحنه ای هستش که در نقاط مختلف دنیا از جمله اینجا در بریتانیا تکرار شده. هدف فعالان اقلیمی هم همین است، گرفتن وقت و نیروی پلیس و جلب توجه افکار عمومی به خطر بحران اقلیمی، خطری که سالهاست دانشمندان درباره‌اش هشدار می‌دهند، اما هرگز از شکل مقالات تحقیقی و هشدارهای آکادمی به کف خیابان‌ها کشیده نشده بود. نام خودشون رو شورش علیه انقراض گذاشتند. هدفشون جلوگیری از انقراض کره زمین، انقراضی که دانشمندان هشدار میدن ما در میانه اون هستیم. انقراض صدها هزاران میلیون‌ها گونه گیاهی و جانوری و در نهایت انقراض بشر به خاطر گرمتر شدن زمین. هدف اینا جلوگیری از گرمتر شدن زمین، جلوگیری از انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای در جو زمین که باعث گرمتر شدن میشه. معترضان به نقل از گزارش‌های دانشمندان و مراجع علمی سازمان ملل میگویند گرمتر شدن حرارت زمین یک وضعیت اضطراری است و باید یک وضعیت اضطراری اعلام شود. آنها میخواهند دولت‌ها، به خصوص دولت‌های غربی، مصرف سوخت‌های فسیلی را به شکلی ضربتی کم کنند تا گازهای گلخانه کمتری وارد هوا شود. بریتانیا وعده داده تا سال 2050 میزان جذب دیوکسید کربنش در هوا بیشتر از میزان انتشار آن باشد. چند کشور دیگر از جمله فنلاند و نروژ گفتند این کار را تا سال 2030 انجام می‌دهند. لازمه چنین کاری دگرگونی کامل ساختارها و نظم جهانی است. کار ساده‌ای نیست، ولی حداقل امروز عده‌ای حاضرند برای آن طعم بازداشت، زندان و سوء سابقه را بچشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. آلبوم ترانه های مادرانمان، آهنگ های زنان از گوش های مختلف افغانستان با رنگ و بوی تازه. این آلبوم کاری است از الهه سرور که خواسته صدای این زنان رو با اجرا و باز تعریف این آهنگ ها به گوش مخاطبانی جهانی برسونه. این آلبوم به تازگی توسط شرکت بلا یونین به بازار موسیقی عرضه شده. الهه سرور خودش هم اینجا با ماست، زحمت کشیده، یک بخشی از آهنگ رو هم برای ما خونده که در ادامه به حتما به اون گوش خواهیم کرد. ولی جالب این هست که یک نوع پژوهش هم هست، یک نوع باز تعریف هست از ترانه هایی که زنان در افغانستان خوندند، بیشتر به زبان فارسی و مادران. کمی بیشتر از این بگو که چقدر این کار متفاوته با کارهایی که این روزها عرضه میشه و همینطور با کارهای قبلی خودت.
همونطور که فرمودین بیشتر یک کار تحقیقی است و یک همکاری با یک گروهی است که در لندن فعالیت دارند به نام کفایه که این آلبوم توسط از این گروه پرودیوس شده و کار تحقیقش من انجام دادم. در واقع تمام این آهنگ ها یک قسمی داستان زندگی خود من هست، از گوشه و کنار خاطرات کودکی و نوجوانی من که در افغانستان و ایران سپری شده بود جمع‌آوری شده و بله. حس من اینه که بیشتر ترانه ها باید ترانه های فولکلور، ترانه های عامیانه باشه، درسته؟ بله دقیقاً، اینا آهنگ هایی هستن که خانم های افغان یا در افغانستان توسط آرتیست هایی مثل آب میرزا که متاسفانه چند سال پیش فوت شدن، دو تا آهنگ از ایشان هست در این آلبوم و آهنگ های دیگه باز هم آهنگ های فولکلوری هستن که خانم ها در محافلشان میخوانن، در مورد عشق، جدایی، در مورد دغدغه های زندگیشان صحبت کردن و ایمیل دوها را سرودن و ترانه ها را. آبای میرزا باید این توضیح رو بدم که از ترانه سرایان ولایت غزنی در افغانستان بودند که چند سال پیش از دنیا رفتن در فکر میکنم حدود 80 سالگی. در هر صورت ما بخشی از این آلبوم رو برای ما خوندی در آخر برنامه پخش میکنیم چند لحظه دیگه، ولی در مورد قطعه های دیگه ای که در این آلبوم هست و همینطور ابزارهایی که به کار رفته و سبک و سیاقی که به کار رفته بیشتر برام بگو. خیلی دوست داشتم که در بی بی سی بیایم و آلبوم برحال دو تا آهنگ با اونمو ستاپی که ضبط شده اجرا بکنیم، ولی خب این اجرایی که الان دوستان خواهند دید یک بیسیک پرفورمنس هست، ولی ما سعی کردیم که با اینسترومنت هایی که به هر حال یک مقداری اینترنشنال تر هست، با آرتیست هایی که خیلی فعال هستن در اینجا در انگلیس و در اروپا خیلی نامدار هستن، خصوصا یکی از آهنگ هایی که کلابوریت کردیم همراه آقای نامجو بوده و یک لالایی هست که یک لالایی فولکلور هزارگی هست که شعرش به هر حال کمی تغییر پیدا کرده و خدیجه حسینی یکی از دوستان من که در کابل زندگی میکنه روی از این شعر کار کرده و در این آهنگ من و آقای محسن نامجو با هم کلابوریت کردیم و یکی از ترانه های خیلی زیبایی هست که من فکر میکنم دوستان شاید خوشان بیاید. بعد نقش محسن نامجو چی بوده؟ یعنی همخوانی کرده با شما؟ بله بله دقیقاً، مثل در واقع این آهنگ لالایی معمولاً برای پسرها خوانده شده و این آرزوها را آرزوهای پدر و مادر الان برای دخترشان هست و این خیلی زیبا باز تعریف شده و ما سعی کردیم که یک مقداری نرمالش بکنیم، اینمی لالایی سرودن آرزوهای بزرگه برای دخترانمان، برای نوزادان دخترمان بخوانیم و برای به هر حال مادران و دخترانمان آرزوهای بزرگ داشته باشیم، نه فقط آرزو داشته باشیم که چه میدونم یک دختر خانه‌دار باشه یا یک همسر خوب باشه یا یک زن نجیب باشه. ممنونم از الهه سرور. بخشی از آلبوم ترانه های مادرانمون رو میشنویم و برنامه 60 دقیقه رو با این آهنگ تموم میکنیم. مسلمان ها در ایشان
دلم از سود تنباکو سیایم اگه باور نداری نیگو هایم اگه باور نداری نیگو هایم اگه باور نداری نی ربیشن تمامی پرده های نی سیایم تمامی پرده های نی سیایم صد برگ تو بسانم گل صد برگ تو بسانم ای یار 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 گل صد برگ تو بستانم ای یار فرار از ملک مال سانم ای یار فرار از ملک مال سانم ای یار از آن روزی که گشتم از وطن دور جگر پر درد و دل نالانم ای یار جگر پر درد و دل Thank you.